سرخط خبرها و مهمترین ها. گروه چهره های فعال افغانستان در جهان اعلامیه به مناسبت سوگ 24 اسد صادر کردند. وزیر صنعت و تجارت طالبان به مسکو رفت. به نقل از احمد ضیا بقاندرابی، احمد مسعود پایه ارتش خود را متزلزل ساخت. افزایش خشم غرب به دلیل مشارکت پوتین و اردوغان. سلام دوستان، به مجموعه خبری کانال جنرال انفو خوش آمدید. مشروع خبرها. گروهی از فعالین جامعه مدنی، فعالین سیاسی، تبعیدی ها و پناهنده های افغانستان در جهان از روز ورود طالبان به کابل به عنوان روز سیاه سقوط افغانستان یاد کردند. این فعالان با نشر اعلامیه تفاهم گنگ و ناروشن امریکا و طالبان در دوحه را عامل جدی سقوط کابل معرفی کردند. با گفته نویسندگان، اعلامیه مجموعه از علل و عوامل اینک افغانستان را بار دیگر با بحران مشروعیت داخلی و جهانی روبرو کرده است. در اعلامیه آمده است این سقوط در نهایت منتج به انزوای کشور و فروپاشی ساختارهای دموکراتیک گردیده و زندگی شهروندان را در وضعیت کاملا بحرانی قرار داده است. با باور این فعالان، در یک سال گذشته شهروندان افغانستان از اساسی ترین حقوق شهروندی چون حق مشارکت سیاسی، حق آموزش، حق کار و حق سفر محروم بودند. آنها افزودند که زنان و دختران بار بار بیشتر این محرومیت را کشیدند و مانند سایر شهروندان آزادی های اجتماعی، فرهنگی و مدنیشان سریعا نقض شده است. در این اعلامیه همچنین آمده است برچیدن بساط رسانه های آزاد و آزادی بیان، نبود فضای مدنی برای فعالیت‌های حقوق بشری، نبود عدالت و قانون، مسدود شدن نهادهای عدلی و قضایی، حذف ساختار دولت و قوای سلاست، تبعیض سیستماتیک و غیر قابل توجیه در برابر زنان و گروه‌های مذهبی و قومی، ارتکاب جرایم جنگی یعنی نسل‌کشی و کوچ‌های اجباری و انواع اینها مد نظر گرفته شده است. نویسندگان این اعلامیه گفته است که مکنون فقر، سقوط اقتصادی، فرار سرمایه ها، مهاجرت های گروهی و بروز آفات طبیعی نیز از مردم ما قربانی می گیرد. وزیر صنعت و تجارت طالبان به مسکو رفت. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، روز شنبه در رأس هیئت به مسکو رفت. خبرگزاری باختر میگوید مقام‌های این گروه برای تقویت و گسترش روابط اقتصادی و سیاسی میان افغانستان و روسیه به مسکو رفتند. احمد ضیا بقاندرابی در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد: یک بام دو هوا. رهبری جبهه مقاومت برای شمار از خانواده‌هایی که مربوط به ولایت پنجشیر می‌شوند و عزیزانشان را در نبرد با گروه طالبان از دست دادند، ماهوار پول نقد می‌پردازد و حتی برای بازماندگان این شهدا خانه‌های کرایه‌ای نیز در نظر گرفته شده است. و من شخصا این اقدام جبهه را به فال نیک گرفته و ستایش می‌کنم، اما برای خانواده‌های مقاومتگران اندراب‌ها و خوست‌ها که مربوط به جبهه مقاومت می‌شوند، نه پول نقد پرداخت می‌شود نه هم و نه هم خانه کرایه‌ای در نظر گرفته شده است و حتی شمار از بازماندگان این شهدا پول اکرامیه شهیدشان را نیز دریافت نکردند و شب روزشان را با مشکلات زیاد سپری میکنند. تا کنون جبهه مقاومت در این باره اظهار نظر نکرده است. افزایش خشم غرب به دلیل مشارکت پوتین و اردوغان. این روزنامه‌نگار بدین باور است که خشم نمایندگان ائتلاف آتلانتیک شمالی با این واقعیت نمایان می‌شود که رئیس جمهور ترکیه در واقع در حال ایجاد شکاف در سر تحریم‌هایی است که غرب در تلاش برای ایجاد آن است. استفان ارلینگر، نویسنده آمریکایی روزنامه نیویورک تایمز، میگوید که همکاری رو بر رشد رهبران روسیه و ترکیه، کشورهای غربی و به ویژه شرکای انقره در ناتو را عصبانی کرده است. او تاکید دارد چالش‌های متقابل دو رئیس جمهور را بیش از هر زمان دیگر به هم نزدیک کرده است. آنها در سه هفته گذشته دوبار ملاقات داشتند. این روزنامه‌نگار بدین باور است که خشم نمایندگان ائتلاف آتلانتیک شمالی با این واقعیت نمایان می‌شود که رئیس جمهور ترکیه در واقع در حال ایجاد شکاف در سر تحریم‌هایی است که غرب در تلاش برای ایجاد آن است. استفان ارلینگر افزود چندین موضع‌گیری تنها به نفع اردوغان است که با ادامه همکاری با شرکت‌های روسی مدیریت‌ها را دور می‌زند و همچنان نفوذ روسیه در سوریه، جایی که منابع دو کشور متفاوت است، را مهار می‌کند. چند پیج بلومبرگ نگاشته بود که ترکیه باعث انشاب در جبهه متحد غرب در مورد اقدامات محدود کننده علیه روسیه شده است. انقره درخواست‌ها برای پیوستن به تحریم‌ها علیه مسکو را نادیده گرفت و به همین دلیل بود که این تحریم‌ها چندان مؤثر نبوده است. 5 شرکت چینایی بازار بورس نیویورک را ترک کردند.
5 شرکت دولتی چینایی از جمله شرکت‌های پیشروی نجی و شیمیایی تا پایان ماه اگست از بورس نیویورک خارج می‌شوند. به گزارش اسپوتنیک CNN ادعا داد که در بیانیه‌های جداگانه‌ای که منتشر شده، بیمه عمر چین، پدروچاینا، سیپوک، شرکت آلومینیوم چین و سیوپک شانگهای پدروشیمی گفتند که به بورس یعنی NYCE ادعا دادند و برای خروج داوطلبانه درخواست کرده است. این 5 شرکت چینایی دلیل خروج خود را معاملات و میزان تجارت پایین در ایالات متحده و هزینه‌های بالا نامیدند. رویترز به نوبه خود می نویسد که این خبر پس از آن منتشر شد که هر 5 شرکت از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به دلیل عدم رعایت استانداردهای سابرسی این کشور علامت گذاری شدند. سازمان نظارت بر اوراق بهادار چین و کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار این کشور روز جمعه خبر داد که نسبت به این وضعیت آگاه هستند و ورود خروج شرکت‌ها عادی است. آنها در بیانیه افزودند ما با مؤسسات نظارتی خارجی در تماس خواهیم بود و با هم از حقوق شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران محافظت خواهیم کرد. آمریکا با سرعت کنترل جهان را از دست می‌دهد. اکسپرس: آمریکا با سرعت در حال از دست دادن کنترل نظم جهانی است. بایدن شرایط را تغییر نخواهد داد. با گزارش اسپوتنیک، جیمز لی، سودنویس روزنامه بریتانیایی اکسپرس، گفت که ایالات متحده به تدریج کنترل نظم جهانی را که به سرعت در حال تغییر است از دست می‌دهد. همانطور که نویسنده خاطر نشان کرد، ایالات متحده هنوز هم بزرگترین اقتصاد و ارتش جهان را دارد، اما کارشناسان مطمئن هستند که بادهای تغییر در سیاست جهانی در حال وزیدن است. یعنی وزیدن است، زیرا سایر کشورها به قدرت می‌رسند و می‌خواهند واشنگتن را از پای بیاندازند. لی گفت تردید وجود ندارد که چین به برقدرت بعدی تبدیل خواهد شد و احتمالاً با برقراری نظم جهانی دو قطبی جدید که از زمان جنگ سرد دیده نشده است، سیاره زمین را تکان خواهد داد. به نظر او، ایالات در حال از دست دادن نفوذ است. این را نیز این واقعیت نشان می‌دهد که واشنگتن نتوانست مسئله اوکراین با مسکو را از طریق دیپلماسی حل کند. این مقاله نویس یادآوری می‌کند که در خاورمیانه ایالات متحده نیز در حال از دست دادن کنترل است و خلا را با رقبا پر کرده است. او در اخیر به این نتیجه می رسد که زمانهای سخت پیشروز رهبری کلید قدرتمند ماندن است. اما جو بایدن، رئیس جمهور خسفید، اقتدار و شهرت پیشتیبانان خود را برای مقابله با چالش ها نیست ندارد. مکرون پروتکل های الحاق فنلند و سویدن به ناتو را امضا کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پروتکل های الحاق فنلند و سویدن به ناتو را امضا کرده است. به گزارش اسپوتنیک، به اشاره به خبرگزاری فرانسه، کاخ الیزه در بیانیه اعلام کرد که این انتخاب مستقل از سوی فنلند و سویدن دو شریک اروپایی امنیت آنها را در برابر تهدید کنونی در همسایگی آنها تقویت خواهد کرد. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. شب و روزتان خوش. الله یار و مددگار همه شما باشد.